ایران و یهود، روابط دیرین. نگاهی به تاریخ روابط 2500 ساله یهودیان و ایران زمین. گفتگو با پروفسور امنون نتسر. پروفسور امنون نتسر، با سپاس فراوان از شما جنابالی، طی ماه‌های متمادی و با زبانی شیوا، شیرین و جذاب درباره همکاری‌ها و روابط تاریخی و فرهنگی بین دو قوم یهود و ملت ایران بیانات بسیار جالب و آموزنده‌ای بیان داشتید و نشان دادید که ایران و یهود به مدت 2700 سال با هم در ارتباط بودند. یهودیان در ایران زندگی کردند و این دو قوم سرنوشتشون و زندگیشون در واقع با هم آمیخته است. و امشب به عنوان گفتار پایانی از شما تقاضا میکنیم که نتیجه گیری بفرمایید از این مجموعه 2700 ساله‌ای که شما در زمینه‌های مختلف شعری، ادبیات، موسیقی، هنر، فرهنگ، صنایع، آموزش و پرورش و رشته‌های دیگر بیان کردید. بسیار خوب، اجازه بدید اینجا شروع کنم که در خاورمیانه دو ملتند که هر دو ملت در همون سرزمین باستانی خودشون زندگی میکنند، فرهنگ خودشون نگه داشتند، زبان خودشون نگه داشتند و سایر کشورهایی که دور بر ما میبینید این به این صورت نبوده. یعنی زبانشون عوض شده، خصوصیات فرهنگیشون عوض شده، سرزمینی که درش زندگی میکنن در قدیم مال اونها نبوده یا اینکه عوض شده یا به صورت دیگری بوده. دو تا ملتن واقعا که در همون سرزمین زندگی میکنن، با همون زبان و فرهنگ باستانی خودشون زندگی میکنن و این دو ملت، ملت ایران و ملت یهود. اجازه بدین در اینجا ازتون بپرسم، وقتی مثلا کشور عراق، کشور مصر، در عراق عراقیایی که در اونجا زندگی میکنند اینها عرب نیستن؟ نه، فرهنگشون، اولا اینها بابلی های قدیم نیستن. روی اینجاست که نهضت های وجود داره در این کشورها، مثل لبنان میخوان برن به دوره فنیقی ها. بله. در مصر نهضتی وجود داره که میخوان برن به دوره فراعنه. و در عراق هم همینطور میخوان برن به دوره بابل قدیم، دوره آکادی ها و سومری ها و غیره. یعنی واقعا پیش از اسلام بله. اینها همون فرهنگ و همون زبان قدیمی رو نگه نداشتند. ولی دو ملت ایران و اسرائیل، این دو ملت باستانی که همدیگر را در 2500 سال پیش در کنار رود دجله در بابل قدیم ملاقات کردند و دست دوستی به سوی همدیگه دراز کردند، تنها این دو ملتند که در همون سرزمین زندگی میکنند با همون فرهنگ و با همون زبان قدیمی خودشون. و این دو ملت ایران و اسرائیل همجور که عرض کردم. در ارتباط ما با کشور ایران، یعنی یهود، ما یهودی هایی که اجداد ما، اجداد بنده و شما 2700 سال، 2600 سال، 2500 سال رفتن در ایران، همونجا موندن، زندگی کردن، من و شما که واقعا از احفاد و از سلاله و پشت همون پدران 2500 ساله هستیم که در ایران متولد شدیم و از زمین ایران ارتزاق کردیم، نان و گندم و آب ایران را خوردیم و نوشیدیم،
یعنی وجود ما پرورش پیدا کرده با خاک ایران، و اون چیزی که از زمین ایران پرورش پیدا کرده اون وارد بدن ما شده، اون گندمی، اون نانی، اون برنجی، اون میوهی که ما در ایران خوردیم، یعنی به اون طرزی که ما وجود ما بزرگ شد، نه تنها وجود جسمی ما بلکه وجود روانی و فرهنگی ما در ایران رشد کرد. ما هیچ فرقی نداریم از این جهات با ایرانی ها. تنها فرق ما به این است که یک عده ایرانی مسلمانند، یه عده ایرانی یهودند، ولی هر دو ایرانی هستند. بنابراین ما یک تاریخی داریم، تاریخ مشترکی داریم با مردم ایران، سرزمین ایران که فراز نشیب‌هایی داشته، و اگر از اون کوروش بزرگ بگیریم که واقعا میشه گفت پیامبر ملت ایرانه، ملت ایران و ملت یهوده، کسی است که به نام مسیح خوانده شده، یا نجات دهنده یا منجی ملت یهود شناخته شده. تا به امروز هر اتفاقی، هر رویدادی که در ایران اتفاق افتاد، نه تنها برای ایرانی های غیر یهودی اتفاق افتاد، برای یهودی هم افتاد. وقتی عرب ها به ایران حمله کردن، اینا دیگه نیومدن به اصطلاح بگن ما وارد این شهر میشیم، این شهر آتش میزنیم، یا مردم این شهر میکشیم ولی یهودی ها رو نمیکشیم. چه یهودی چه ایرانی، چون هر دو ایرانی بودن، اونها به همون مصیبت مشترک گرفتار آمدن. وقتی مغول به ایران حمله کرد، بسیاری از شهرهای ایران وقتی قتل عام شدند، یهودی هم قتل عام شدند. خون یهودی با خون ایرانی یک جا در جویهای نیشابور و بخارا و بسیاری از شهرهای بزرگ ایران جاری شد و در هم آمیخته شد. دیگه اونجا یهودی و غیر یهودی که نمی‌دونستن. یعنی هر ایران وقتی ترقی کرد، ایران وقتی در اوج شادی خودش بود، یهودی هم در اوج شادی و ترقی خودش بود. وقتی ایران در یک مصیبتی افتاد، از هر جهت تسخیرش کردن، کشتاری در اونجا انجام گرفت، یهودی ها هم مبتلا به همون مصیبت مشترک شدن. در امتداد تاریخ ما صحبت کردیم از اینکه تعدادی از ایرانی ها در صدر اسلام، خصوصا در اون درز بین حکومت خلفای بنی امیه و بنی عباس، شروع کردن به فعالیت های نظامی و فرهنگی، و خصوصا رستاخیز هایی که در راستای نجات کشور ایران بود از تسلط عرب. یهودی هم با اونها اشتراک مساعی داشتن در نوع خودش. ما صحبت کردیم در یکی از گفتارهای خودمون راجع به ابو عیسای اصفهانی، رستاخیز او در واقع کم و بیش همزمان با رستاخیزها و نهضت‌های ایرانی ها بود، ابو مسلم خراسانی، افشین و دیگران. و پس از او به دوره صفویه که میرسیم، دوره است که در واقع حکومت با خشونت گرفته شد. چون با خشونت گرفته شد و تعصبی درش وجود داشت، این تعصب نه تنها موجب آزار عده‌ای از یهودی ها یا اقلیت های مذهبی شد، بلکه موجب آزار و اذیت دیگران هم شد. در واقع اگر کشتاری در جایی به عمل اومد، متاسفانه دامنگیر همه شد، و یهودی ها همونطور که عرض کردم در مسیر تاریخ ایران اگر تونستند باقی بمانند و فعالیت فرهنگی داشته باشند و بعداً فعالیت های اقتصادی و در راستای کمک به ملت ایران داشته باشند، این بیشتر به خاطر اینه که مردم ایران در مجموع تسامح و تساهلی داشتن، یعنی
در مردم ایران ما میتونیم رگه های زیادی از دوستی و مهمان نوازی که از دوره کوروش به جا مونده پیدا بکنیم و ملت ایران همون ملت خوب و نجیب و مهمان نواز باقی موند. و اگر چنین نبود ممکن بود ملت یهود در ایران نبود، اقلیتی وجود نمی داشت، ممکن بود اون 100,000 نفر یعنی یا بین 80 تا 100 هزار نفری که ما در 1948 مثلا آمارهای بسیار سطحی که گرفتند از بر اونم وجود نمی داشت. ایرانی ها، یهودی های ایرانی که ببینید من به صورت خیلی ناخودآگاه نمیگم یهودی ایرانی، میگم خودمون هم میگیم ایرانی ها، هر جایی که رفتن سربلندی و افتخار ایران را سربلندی و افتخار خودشون میدونستن. ببینید این جمعیت یهودی که در کشور اسرائیل وجود داره دقیقا نمیدونیم چقدر، ولی احتمالا بین 150 یا 180 هزار نفر امروز یهودی ایرانی در کشور اسرائیل وجود داره. نوروز که میرسی من فکر میکنم که یهودی های اینجا، یهودی های ایرانی که در کشور اسرائیل زندگی میکنن، تلاشی که برای برگزاری جشن های نوروز میکنن شاید هم در ایران نظیری نداشته باشه. یا وقتی شما مهمان کسی میشید، از شما وقتی پذیرایی میکنن موسیقی ایرانی است، شعر ایرانی است، یعنی همه چیز واقعا ایرانیه. یعنی ما تمام فرهنگ ایران را به خاطر عشق علاقه‌ای که نسبت به کشور ایران و سرزمین ایران داریم با خودمون آوردیم اینجا، داریم حتی منتقلش میکنیم به فرزندان خودمون. در واقع باید گفت که در کشور اسرائیل در حدود 150 هزار نفر سفیر حسن نیت وجود داره برای کشور ایران. ما عاشق سرزمین ایرانیم، عاشق فرهنگ ایرانیم، عاشق موسیقی و شعر و ادبیات اون کشوریم و خودمونم ایرانی میدونیم از نظر فرهنگی، درسته که در سرزمین اسرائیل زندگی میکنیم. در واقع هیچ گونه تضادی نمیبینیم، هیچ گونه تصادمی نمیبینیم، خیال میکنیم که اصلا ایران و اسرائیل یک کشورن. چون این دوتا کشور وقتی شما رجوع میکنید به کتاب مقدس، رجوع میکنید به تلمود، رجوع میکنید به نوشته های بزرگان و علمای یهود ایران در 1000 سال پیش، 1500 سال، میبینید همه جا اسم ایران با افتخار یاد میشه. و این خودش، این حسن نیتی که وجود داره، اینها ریشش همونجا از اون جاییست که کوروش کبیر اومد و دست دوستی به ما دراز کرد و ما این دست دوستی رو فشردیم و تا امروز این صمیمیت دوستی که واقعا دیرپای ترین و محکمترین دوستی است که بین دو ملت در دنیا وجود داره، همین دوستی و صمیمیتی است که بین ملت یهود و ملت ایران وجود داره. و این پرسش که آیا واقعا شما فردی بسیار فاضل هستید و به تاریخ کشورهای دیگر و اقوام دیگر هم آشنایی کامل دارید، آیا در حیطه دانش شما دو ملت دیگری هم در کره زمین وجود داشتند و دارند که این همه روابط تاریخی با هم داشتند و دارند؟ تا اونجایی که من میدونم جواب منفی است. ببینید ملت یهود در کشور مصر هم بوده، با چه مصیبتی ما از اون کشور بیرون اومدیم و میدونید که نیایش ما در قرائت اگادا مثلا در پسخ چگونه است. و این اونقدر حسن نیت در نشانه دوستی، بله باید یادآوری بکنیم که در اگادا در شب عید نان فطیر، در شب عید پسخ گفته شده ما بردگان بودیم در مصر و ما آزردگان بودیم. صحیحه. و ما را به کار گل گرفتن. درسته. ولی به هیچ وجه چنین وضعی، چنین مقتضیاتی وجود نداشته در طول تاریخ 2500 ساله ما در ایران. ما هیچ وقت در ایران برده نبودیم، یعنی همسان
و هم تراز و هم وطن با مردم ایران بودیم. گفتم با شادی های اونها شریک بودیم، با غم های ملت ایران شریک بودیم و تا امروز هم به همین صورت. وقتی ما متوجه میشیم که به ایران یک مصیبتی ایجاد میشه، فرض بگیرید یه زلزله، شما میدونید نه تنها ایرانی هایی که در اسرائیل وجود دارن واقعا این مصیبت ایران رو مصیبت خودشون میدونن، بلکه حتی غیر ایرانی ها، یهودی هایی که از جای دیگه اومدن در اینجا پرورش پیدا کردن، به هیچ وجه نمیتونن قبول بکنن که کوچکترین صدمه ای به ملت ایران بیاد، برای که اینها نسبت به ملت ایران احترام دارن، این ملت را واقعا اسمش را با ستایش زیاد یاد میکنن. اینجاست که جواب من به شما اینه که چنین دوستی و صمیمیت دیرپایی که وجود داره با چنین استحکام و چنین گسترش از نظر وسعت زمانی، فکر نمی کنم که شما بتونید بین ملت دو تا ملت دیگه در هیچ جای دنیا پیدا کنید. پروفسور امنون نصر، بسیار سپاسگزاریم از شما. این سلسله گفتگوها به پایان میرسه. ما به نام خودمون و به نام شنوندگانمون تشکر میکنیم از شما که یادآور این روابط دوستی، محبت، همکاری بین قوم یهود و ملت ایران بودید. اجازه بدید در پایان این سخن بگم که بن گوریون پایه‌گذار کشور اسرائیل، وقتی از او درخواست شد که مقاله‌ای بنویسه در مورد یکی از بزرگان دنیا، بزرگان دنیا که مورد محبت و مهر ملت یهودی ایران، مقاله‌ای که نوشت درباره کوروش کبیر، و این اگر به یادم باشه و حافظه من به من خیانت نکنه، فکر میکنم در جلد دوم آکتا ایرانیکا به زبان انگلیسی منتشر شده، و امید من اینه و اطمینان هم دارم که این رابطه دوستی که بین دو ملت وجود داره که آغازش از کنار رود دجله است تا امروز، یعنی آغازی است که کوروش و ایرانی ها اومدن و ملت یهود را از بردگی و اسارت نجات دادن که بتونن واقعا آزاد و سرفراز در مملکت خودشون زندگی بکنن، امید من اینه که چنین دوستی پایدار خواهد موند برای همیشه، و ما در این امید و آرزو با شما همسو هستیم. سپاسگزاریم. متشکرم. تا برنامه دیگر از این مجموعه.